نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه اول ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست علمی در رابطه با شرط مروت در عدالت فرمودند آنچه که مسلم است این است که عدالت چه در امامت جماعت و چه قضاوت و چه برای مرجعیت تقلید شرط است اما لزوم شرط مروت در عدالت محل اختلاف است و مشهور میان فقها نیست معظم الله در ادامه فرمودن مروت تعبیر جماعتی از فقه است که شرط در احراز عدالت را رعایت مروت دانستند و بنابر نظر این عده از فقها اگر کسی عملی که خلاف مروت را انجام دهد ولو آن عمل معصیت نباشد عادل نیست ایشان همچنین در رابطه با مصادیق خلاف مروت فرمودند در رابطه با مصادیق خلاف مروت بودن نیز اختلاف نظر وجود دارد لذا مشهور میان فقها خلاف مروت شرط عدالت نیست که عده از فقها نسبت به نظریه فتوا داده و برخی هم احتیاط وجوبی کرده اند لازم به ذکر است که مروت به معنای عملی است که خلاف شرع نیست ولی عرف آن را ولی عرف آن را نمی پسندد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم عادل یعنی چی از امام پرسید علیه السلام عادل یعنی که اینجوری فرمودن وقت آیا این ظهور داره در این که کار زشت هم نباید بکنه زشت عرفی یه دونه مرد محترم با شورت پانه میشه کوچه بیاد حروم کنی از ما وقتی که سطر حورت داره مردم هست زنم نیست فرض کنید که از اون جهت بگن حرومه اما کار زشتیه آیا این از عدالت ساقط میشه؟ جماعتی گفتن بله به خاطر اطلاق غالبا فقها گفتن نه اطلاق نداره مگر این منصرفه به محرمات یعنی کار زشتی که حرام است اونو انجام نده سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی رازی به این شرح بود تفاوت در استقبال و استقرار در نماز شرح آیه 123 سوره توبه کیفیت نقل داستان حضرت عیسی بنابر آیات قرآن توسط پیامبر اکرم شرح وسوسه های شیطان بر اساس آیات قرآن لزوم توافق و تعلیف قلوب میان خطبا و بانیان و مردم در مجالس حسینی تکلیف شرعی فردی که وسیعت شده نماز میترا را بخواند حکم تماس اشیاء پاک با زمین نجسی که قبلا مرتوب بوده و حکم خواندن نماز در جایی مانند هواپیما که امکان تعیین جهت قبله وجود ندارد از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد